هستم. دکتر جان سلام. سلام آقا بفرمایید. حالتون خوبه؟ سلامتی؟ خیلی خوبه. مرسی. دکتر جان من از ایران تماس میگیرم. لطف میکنید. دکتر جان ممنون متشکرم. دکتر جان من یه مشکلی دارم که واقعا داره اذیتم میکنه. من تو بچگی حالا یه جورایی با بچه‌ها مینشستیم، متوجه دمه در، خب مادرها مینشستن دمه در، ما مینشستیم با بچه‌ها، بچه‌ها در مورد جن و روح و این چیزا صحبت میکردن، متوجه اید؟ بعد گذشت و خلاصه ما یه دوره رو با اعتیاد سر کردیم، الان هم جز انجمن اینه هم، بعد حدود 3 سالم پاکم، بعد 12 قدم هم کار کردم، ولی چند وقت پیش، یعنی حدود 20 روز پیش من فیلم نبود، یه واقعیتی بود، حالا هر چی بود میگفتن این واقعیه، یه چیزی ترسان که رو نگاه کردم، ترسای گذشته، ترسای بچگی، همه اینا فوران کردم و من شبا فوق العاده میترسم، یعنی اصلا خواب ندارم، میترسم مثلا یه نفر بیاد گردنم بگیره، یکی بیاد دستم بگیره، یا جن یا روح یا با من روبرو بشه، و واقعا دارم اذیت میشم دکتر. میفهمم. واقعا احتیاج به کمک دارم. مثل که شما خانومت همسر تلفن زد اول برنامه اینو گفت نه؟ بله دکتر جان بله. خیلی خوب. حالا بذار که من اول یه سوالی از شما کنم. گفتی که اون موقع مادرها میشستن با هم حرف میزدن، بچه ها با هم میشستن یه جایی این حرفا رو میزدن، روح و اینا. آیا تو بچه‌هایی هم بودن که شرور بودن و شما رو میترسوندن یا آزار میکردن یا کاری برخلاف میل شما با شما میکردن؟ بله دکتر، بله بودن. اون وقت شما میامدید، شما از اون سختی ها، از اون اتفاقات، از اون ترس ها میتونستی بیای با مادر پدر حرف بزنی یا پر از شرم و ترس و خجالت بودی؟ نه دکتر، من خجالت میکشیدم، حتی امروز با مادرم که صحبت کردم گفت ما نمیدونستیم توی طور مشکلیه داری، گفتم نه الان بهتون میگم من طور مشکلیه داشتم. اگر دلت خواست میتونی به این سوال جواب ندی، آیا توی این آزارها آزارهای جنسی هم بود؟ نه اینجوری نبود، شاید آزارهای جنسی از طریق دیگه بود، از طریق مثلا همین خجالت بود که مثلا کسی میگم به برادرت میگم تو بیرون بودی فلان بودی، ولی از این لحاظ نه، از لحاظ ترس جنسی نه بود از این لحاظ. خب ببین، من اول میخوام اینو به شما بگم، الان یه بار دیگه هم گفتم ایران حوزچه پرورش افکار خرافیه، بعد گروه های متعددی هم هستن که میدونی حتی از باورهای دینی مردم سوء استفاده میکنن و به خرافات دامن میزنن، جنگیر دارین، فالگیر دارین، انرژی درمانی دارین، روح درمانی دارین، احضار، همین کارا رو همه رو دارن میکنن دیگه. من نمیگم که دنیای ماوراء دنیای مادی نمیتونه وجود داشته باشه، من چنین حرفی رو نمیزنم، میگم من نمیدونم، اما اون چه که مسلمه اگر ما کنترل زندگی خودمون رو بخوایم به این افکار بدیم که راجع بهش هیچی نمیدونیم، از زندگی واقع بینانه و از پامون رو زمین بودن بیرون میایم و چه بسا گرفتار اوهام، هزیانها، توهمات بیمارگون میشیم. من اگر جای شما باشم اولین کاری که میکنم به شدت شروع میکنم ورزش کردن. یعنی چی؟ یعنی شما 1 ساعت صبح 1 ساعت بعد از ظهر ورزش کن، حتی اگه جنا میان سر رات که نذارم بری ورزش کنی، شما بهشون بگو بیا داداش تو هم بریم ورزش، جنا رو هم برده با خودت ببر ورزش، چون ممکنه جنا اگر ورزش کار بشن دیگه دست از مردم آزاری وردارن. بنابراین ورزش رو برای خودت خیلی جدی بکن، اگر لازمه با یه دکتری صحبت کن، از یه آرامش بخش استفاده کن، اگر اعتقادات دینی داری برو جایی که خودتو خدای خودت خلوت کنی و از خدا بخوا که بین خودش و تو هیچ واسطه‌ای قرار نده و از خدا بخوا که ارتباطشو با تو ارتباط مستقیم بکنه، از نام او کمک بگیر. مگه از ابتدا نمیگن که جن از بسم الله میترسه؟ یعنی چی؟
یعنی وقتی تو اسم خدا رو، اسم اعظم خدا رو میاری، اون فرار میکنه. خب اون اگر جزء عناصر الهی باشه که از اسم خدا فرار نمیکنه. بنابراین خودتو بسپر دست خدا و رابطه خودتو با خدا، هیچ واسطه ای نذار، نه حتی امام، نه حتی پیغمبر، خودت و خدای خودت. و ورزش کن و اگر لازمه دارو بخور. این رابطه عاشقانه با خدا رو حفظ کن، خودش تو رو حفظ میکنه بدون اینکه سردرگمت کنه. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. سلام خانم دکتر، خسته نباشید. ممنون. من